بسيط تشكر وميري سيد محترم رفقائي عزيز يكبر دقا بعد از توجه و دقت شما تشکر کنم از همگیری فعالتان سرمن سه پرسیدن که مسئله نشنالیزم ملت سازی در داخل کشور با برنامه حزب چی ارتباط داره پیشتر من عرض کردم که مسئله ملت یک حکومت ملی میتونه که بسازه و تا جایی که به تاریخ تعلق میگیره حکومات ملی آمدن ملت ها را ساختن و وقتی یک حکومت میتونه ملی باشه چنانچه پیش عرض کردم که قوت خود از مردم خود بگیره و در شرایط کنونی در وطن ما مسئله ملت سازی چنانچه عرض کردم مسئله است که در صدر دیگه مسائل قرار داره و برای ازی باید واقعا حکومت ملی به وجود بیاید تا بدون تعصب بدون در نظر داشت مسائل قومی و زبانی تمام مردم افغانستان نه به شکل اقوام بلکه به شکل به اصطلاح اتباعی کشور یا شهروند افغانستان ببینند هیچ کس را بالاتر و پایینتر تصور نکنند هیچ قوم را به قوم دیگر هیچ قبیله را به قبیله دیگر هیچ زبان را به زبان دیگر برتری و رجحان ندهند و واقعا به خاطر تشکیل ملت کار بکنند البته در اینجا مسئله اقتصاد سنت شدن مملکت هم فوق‌العاده نقش دارد که نمیشه کور منادیده بگیریم تا زمانی که به اصطلاح زیربنای اقتصادی درست مانده نشود خطر نبیه فابریک نبیه بازارها تجارت رفت و آمد در بین اقوام افغانستان صورت نگیره مسئله تشکیل ملت به سادگی نمیشه یک چیز وقتی رسید و برنامه حزب ما در شرایط کنونی که مسئله مطرح میکنیم اول ما باید یک حزب بزرگ باید ایره در سرنامه سر مشق کار خود قرار بدیم و بر مردم افغانستان بر شکستاندن اینمی بنبست بخاطر از بین بردن اختلافات قومی اختلافات زبانی ما باید یک نیروی بزرگ باید در مابین قرار بگیریم چنانچه ما چندین باری رست کردیم باید یک نیروی سمت کننده ما باید خود در مابین قرار بدیم تا مردم در گرد ما جمع شوند و یا چون جریان بزرگی ما برا پرتیم که مردم در گردش جمع شوند و این مسئله را از باید در سرنامه خود در برنامه خود در نظر بگیره که ما معتقد بایستیم که نوی نشنالیسم باید در افغانستان مطرح شود مردم افغانستان باید خود بشناسند چون پیشتر عرض کردم که مسئله بر سر این که کی هستیم و چی هستیم است افغان کیست افغانیت چیست ملت افغان میگیم یعنی کی ما باید تعریفی از خود بکنیم پیشتر گفتم جایگاه خود ما باید پیدا کنیم و این کی کنم این کار کار روشن فکر است این کار احزاب است ما باید این کارا بکنیم حزب ما باید این کارا بکنه به این خاطر ما میتونیم ممد واقع شویم بر ازی پروسه ما میتونیم به اصطلاح زمینه‌های فکری زیر به وجود بیاریم ما اگر نمیتونیم به اصطلاح تمام چیزای اقتصادی رو تطبیق بکنیم ولی زمینه‌های فکریش به وجود میاریم و در ساختن حکومت ها وقتی ما بتونیم با یک موقعیت خوبتر قرار بگیریم داخل کشور از طریق پارلمان از طریق کابینه از طریق سنگیری در پروسه‌های بزرگتر سیاسی ما میتونیم که راه رو باز بکنیم برای ساختن ملت برای ساختن حکومت ملی و آخر الامر برای تشکیل ملت واحد در افغانستان دیگر پامیری سپرسان کردن رابطه نشنالیزم با گلوبالایزیشن پیشتر من امیر عرض کردم که گلوبالایزیشن یک جریان جهانی است جریان که اگر آدم تو مطرح بکنه گلوبالایزیشن در واقع اصلا ادامه نشنالیزم امریکا است امریکا منافع حیاتی داره در گوش دنیا منافع حیاتی کیست از شرقی میانه گرفته تا شمال افریقا تا امریکای جنوبی در هر جایی که منافع امریکاست وقتی گلوبالایزیشن میگیم در اساس امریکا قرار داره حتی اروپا مورد تهدید است دولت ها را تضعیف میکنه ملت ها را تضعیف میکنه منافع خود را به دست میاره به این خاطر در برابر چنین یک جریان بزرگ تهدید کننده بین المللی ما پیشتر عرض کردم که ملت ها راه دیگه ندارن جز اینکه در خلاف نشنالیسم خود داخل شوند
و با یک ساری از سنت های خود بسازن و از خود دفاع بکنن. راه دیگه وجود نداره. من فکر میکنم یکی چی دفاعی است، یک سپر دفاعی است، یا بسیار نمی بسیار واکسین کردن ملت است در برابر تجاوز، که ما هم در وطن ما، در کشور ما، یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیاست که او متاسفانه تنها گلوبالیزیشن خرابش نکرد، هنوز گلوبالیزیشن تا باید سرش اثر نمونده، ولی مداخله، مداخله اجانب، مداخله همسایه ها و شکستن به اصطلاح وحدت ملی ما باعث شده که سرنوشت افغانستان مجهول شود. و این گلوبالیزیشن خودش یک فشار مضاعف دیگه است که سر مردم افغانستان، سر ملت افغان تعمیل میشه. و این خاطر این مسئله مطرح میشه که مردم افغانستان باید به خاطر نجات خود به این غلاف داخل شوند و از این واکسین استفاده بکنند. راه دیگه وجود نداره. در گذشته ایدئولوژی ناسیونالیستی به اصطلاح طبقاتی، مبارزه بر ضد امپریالیسم فکر میگه، چون یک بلاک جهانی بود، یک نیروی جهانی وجود داشت که از او حمایت میکرد، مردم فکر میکرد که با استفاده از او، با قرار گرفتن در چنین یک جهانی بین المللی میشه که ما امپریالیسم خلاص صلاح کنیم و از بین ببریم. اما تجربه نشان داد که او تو نیست و امپریالیسم با مراتب به اصطلاح سرسخت‌تر از او برآمد که ما تصور میکردیم. به این خاطر این مسئله امروز در مقابله با این راه دیگه وجود نداره جز اینکه از یک وسیله به اصطلاح ملی سنتی مردم استفاده بکنند. امیر سه پرسوال کردن در مورد مسئله فدرالیسم در افغانستان و این که میتونه با این راه حل باشه یا نباشه. میخواستم عرض بکنم که من هم به عقیده هستم که فدرالیسم یک مرحله بسیار عالی دموکراسی است و برای بسیاری کشورهایی که کثیر الملت هستن فدرالیسم میتونه که یک راه حل باشه، دیگه هیچ شک و شبهه وجود نداره. نهایت برای آوردن فدرالیسم در کشور مثل افغانستان و چند چیز از نظر من نیاز است. اول یک حکومت مرکزی قوی، دوم اراده مردم یا طریق ریفراندم یا از هر طریقی است باید از مردم اجازه گرفته شود، و دیگر به اصطلاح یک بکس پر از پول که تطبیق کنه. وقت این چیز سوال شما مطرح شد، یک قصه به یادم آمد، قصه از هندوستان. هندوستان یک کشور فدرال است که 27 ایالت دارند و جمع یک ایالت که نمیتونیم ایالت بگیم، پوری به نام یونین تریتوری میگن، یعنی قلمرو حکومت مرکزی که شامل شهر دیلی و چند جزیره میشه، جزایر اندمان و نیکوبار که در یک فکر میکنم در خلیج بنگال است و دیگه در بحیره عرب است، در مجموع 27 ایالت است. در دهه 60 یکی از ایالات، ایالت پنجاب است، دولت هند دو ایالت ساخت، یک قسمتش به حساب از اینکه اکثریت اردو زبان بودن به نام ایالت هاریانا جدا کرد و قسمت دیگه که خود پنجاب بود، پنجاب زبان ها باقی ماند. اینا وقتی که اینا ایالت تقسیم میکردن، خط اندازی میکردن، چند گپ صورت گرفت. اول یک سه ولسوالی بسیار زرخیز پنجاب در خط اندازی مربوط شد به آریانا. دولت وعده کرد، گفت که ایره ما جبران میکنیم براتون. و چیز دیگه که اتفاق افتید، مرکزی از ایالت اصلی پنجاب بود، شهر چندیگر، در خط اندازی آمد به مربوط شد به پنجاب و دولت وعده کرد به آریانا که برات پیسه میتم، شما اصلا برتان یک مرکز بسازید. و چیز دیگه که با اتفاق افتید، مسئله تقسیم آب دو دریا بود، دریای روی و دریای بیاس که اصلا دریاهای پنجاب است و به طرف آریانا ادامه داره میریزه، که باید آب دو دریا باید تقسیم میشد. این چیز دولت وعده کرد، ارتش از اینکه وعده کرد که اینا رو برتان میکنه، اما متاسفانه در ظرف 20 سال دولت این انجام داده نتونست.